این هفته پیگیر سلامتیتون هستیم. هوش مصنوعی که به نفساتون گوش میده، هدست که افسردگی رو بهبود میده و رباتی که جراحی میکنه. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. فیبروز کیستیک یا به اختصار CF یک بیماری ارثیه که باعث میشه مخاط سفت و چسبنده در دستگاه گوارش و ریه جمع بشن. این بیماری باعث عفونت در ریه و مشکل هضم غذا میشه و سالانه 70,000 نفر رو در جهان درگیر خودش میکنه. بنیاد CF در بریتانیا با کمک دانشگاه کمبریج، مایکروسافت و همینطور بیمارستان رویال پپورس طرحی را اجرا کردن به نام طرح تنفس. در این طرح بیماران با کمک هوش مصنوعی از راه دور نظارت میشند. با شیوع ویروس کرونا این طرح سرعت بیشتری گرفته و قراره که 500 بیمار تا آخر امسال سال جاری میلادی در این طرح پوشش داده بشند. سامی رید یکی از بیماران مبتلا به CF و از شرکت کنندگان در این طرحه. وقتی که سامی 2 ساله بود، پزشکان تشخیص دادن که به این بیماری مبتلا است. اون یکی از اولین بیمارانی بود که زیر پوشش طرح قرار گرفت. Before I got involved with Project Breathe, I didn't know what artificial intelligence was. قبل از شرکت در طرح تنفس نمیدونستم هوش مصنوعی چیه. هیچ شناختی نداشتم. حالا از این دستگاه ها استفاده می کنم تا به طور خودکار اطلاعات بیماریم رو روی گوشیم بارگذاری کنم. بعد اونا با استفاده از هوش مصنوعی همه داده هایی رو که من توی 365 روز سال وارد کردم تجزیه و تحلیل می کنن و اطلاعات مربوط به هر کدوم از بیماران شرکت کننده در طرح رو براش می فرستن. از این تجهیزات برای نظارت بر شاخص‌های کلیدی مثل عملکرد ریه و اشباع اکسیژن استفاده و اطلاعات به طور خودکار از طریق یک اپلیکیشن جمع‌آوری و پیگیری میشه. برای تشخیص الگوها هوش مصنوعی رو به کار میبرن تا هر گونه کاهش سلامتی زودتر پیش بینی بشه. بعد از اون به فرد هشدار میده که باید بره برای معاینه. افراد مبتلا به فیبروز کیستیک حتی اگه حالشون خوب باشه معمولا باید هر 6 هفته معاینه بشن. با این کار وقت زیادی از بیماران تلف میشه و زندگی روزمره اونها مختل خواهد شد و تازه خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی هم هست. هوش مصنوعی بر داده‌های ورودی نظارت میکنه و میتونه روند سلامتی منو بررسی کنه. مثلا میتونه احتمال ابتلای من به عفونت رو تشخیص بده و 11 روز جلوتر وجود مشکل رو شناسایی کنه و هشدار بده و بگه اوضاع رو برا نیست. بنابراین پزشکان سریعتر میتونن به مشکل رسیدگی کنن. پس من زودتر میتونم خودم رو درمان کنم و به عنوان یک بیمار بستری نمیشم. حضور هر 6 هفته یک بار بیمار در بیمارستان منجر به گردآوری داده‌های کمی میشه، هم در مورد اون بیمار و هم به طور کلی در زمینه همه مبتلایان به CF. اما با استفاده از هوش مصنوعی به طور روزانه 8 یا 9 بار داده‌های بیمار گردآوری میشه. به نظرم هوش مصنوعی واقعا جالبه. فکر نمی‌کردم برگزاری یه سری داده ساده اینقدر بتونه در وقت من و نظام درمانی عمومی صرفه‌جویی کنه. می‌دونی ما داریم پیشرفت می‌کنیم و من به این فکر می‌کنم که چه کارهای جالبی می‌تونیم انجام بدیم. می‌تونیم ظرف 5 دقیقه اطلاعاتی رو وارد کنیم که به ما شانس زندگی طولانی‌تری رو بده. همونطور که در این برنامه بارها دیدیم، هوش مصنوعی در همه حوزه‌ها وارد شده و باعث شده تا سرعت گرفتن نتیجه و موفقیت در بسیاری از پروژه‌ها به صورت تصاعدی بالا بره. به عنوان نمونه در بریتانیا هوش مصنوعی در یک پروژه پیشگامانه باعث شده تا بین COVID-19 و بیماری‌های دیگه ریوی تشخیص سریع داده بشه. با ادامه داستان همه‌گیری کرونا، توانایی تشخیص سریع بیماری ها ضروری تر به نظر می رسه. عده زیادی از بیماران منتظر اسکن هستند.
بر اساس برآورد خیریه بریتانیایی کانسر ریسرچ، تعداد این افراد در حال حاضر به 3 میلیون نفر میرسه. در چنین شرایطی پزشکان در تلاشند که بفهمند الگوریتم‌های یادگیری ماشین چطوری میتونند با صرف نیروی انسانی کمتر به پردازش سریع‌تر داده‌ها کمک کنند. در بیمارستان رویال مارسدن لندن مطالعه‌ای در حال تکمیله که میتونه هنگام اسکن فرق بین ابتلا به ویروس کووید 19 رو با عوارض جانبی ناشی از درمان سرطان تشخیص بده. تشخیص این تفاوت با چشم انسانی معمولاً کار دشواریه. این یه بیمار مبتلا به ویروس کووید 19 و ما از ریه‌هاش سی تی اسکن گرفتیم که زمانش برمیگرده به چند هفته پیش. دکتر ریچارد دی متخصص بیماری‌های تنفسیه و توی بیمارستان معروف به قهرمان تشخیص زود هنگام سرطان. عکس سمت چپ میتونیم ریه بیمار رو ببینیم که معمولاً سیاه رنگه و این بخش کرکی مانند خاکستری رو هم پایین ریه داریم که شبیه شیشه آسیاب شده است. در بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 تغییر این بخش که شبیه شیشه آسیاب شده است نشانگر التهاب یا عفونته، اما تأثیر سرطان روی ریه هم میتونه به همین شکل دیده بشه و چیزی که اهمیت ویژه‌ای داره اینه که عوارض درمان خودش هم میتونه آسیب‌های شبیه به این در ریه‌ها ایجاد کنه. پزشکان بایگانی بزرگی از تصاویر اسکن بیماران ناشناس رو با اجازه هیئت اخلاقی بیمارستان استفاده می‌کنند. این داده‌ها بدون اینکه مزاحمتی برای بیماران ایجاد کنه، برای پژوهش به کار برده میشه. رادیولوژیست‌های متخصص میتونن تا حدودی نشانه‌های ابتلا به ویروس کووید 19 رو از آسیب‌های ناشی از درمان تشخیص بدن. کووید 19 یه بیماری جدیده و ما داریم تلاش می‌کنیم تفاوت‌های ظریف این بیماری رو درک کنیم. فکر می‌کنیم با استفاده از الگوریتم و تحلیل داده‌ها می‌تونیم تفاوت زیادی ایجاد و سرعت کارمون رو بیشتر کنیم. به ویژه حالا که در همه‌گیری کرونا زیر فشاریم. سارا وارد یکی از بیمارانیه که اجازه داده از اسکن ریه‌هاش برای این پژوهش استفاده کنند. پزشکان 2 سال پیش تشخیص دادن که سارا به ملانوما یا سرطان پوست مبتلا شده و از اون زمان تحت درمان ایمنی درمانی بوده. ایمنی درمانی میتونه منجر به عوارضی بشه که به ریه‌ها آسیب میرسونه. از همون اوایل درمان مشکل ریوی پیدا کردم و تنگی نفس گرفتم. خیلی ترسیده بودم چون بهم گفتن این میتونه به ریه هام آسیب بزنه. اونها گفتن ممکنه دیگه نتونم درمانم رو ادامه بدم. بعدها که گفتن میتونم درمان رو از سر بگیرم، نفس راحتی کشیدم. آسیبی که به ریه بیمار وارد میشه شبیه نشانه های ابتلا به ویروس کرونا است. برای همین پزشکان اسکن اون رو برای این پژوهش انتخاب کردن. احساس کردم اگه این کار به مبارزه با سرطان کمک میکنه و وضع بیماران سرطانی بهتر میشه، مخصوصا تو این دوره شیوع کرونا، پس چیز خوبیه و مهم نیست اگه کامپیوتر ازش استفاده کنه. یه جای دیگه‌ای که الگوریتم همزمان با همه‌گیری کرونا به پزشکان کمک کرده، شناسایی بیماران مبتلا به کووید 19 از نوع سرفه کردنشونه. پژوهشگران دانشگاه MIT در آمریکا نشون دادن که چطور با گردآوری 10,000 نمونه سرفه تونستن بفهمن کدومشون به ویروس کووید 19 مرتبطه. الگوریتم دانشگاه MIT تونست تفاوت سرفه‌ها رو تشخیص بده، کاری که گوش انسان از پسش بر نمیاد. هوش مصنوعی تونست 98.5% از مبتلایانی که علائم بیماری رو داشتند و 100% افراد بدون علائم آلودگی به کرونا رو شناسایی کنه. با وضع فعلی که هنوز تا پایان بحران خیلی فاصله داریم، استفاده از هوش مصنوعی برای اولویت بندی درمان و تشخیص بیماری بیشتر و بیشتر میشه. این هفته تیک تاک به طور آزمایشی به بعضی از کاربراش اجازه داد تا به جای ویدیوهای معمول 1 دقیقه‌ای، ویدیوهای طولانی تر 3 دقیقه‌ای ضبط کنن. صفحه بعضی از خواننده‌های مشهور در اسپاتیفای هک شد و به جای تصویر هنرمند از جمله تصویر حساب کاربری هکر در اسنپ چت جایگزین شد. و اپل خبر داد اپ کووید 19 سازمان ملی خدمات درمانی بریتانیا NHS امسال بعد از اپ ویدیو کنفرانس زوم بیشترین تعداد دانلود رو داشته. این هفته همینطور یکی از بزرگترین معماهای زیست شناسی حل شد، اونم بیشتر به لطف هوش مصنوعی. آزمایشگاه هوش مصنوعی دیپ مایند موفق شد با استفاده از آلفا فولد
هوش مصنوعیش چگونگی تبدیل زنجیره پروتئین به یک شکل سه‌بعدی منحصر به فرد رو با دقت بالا پیش بینی کنه. آلفا فولد با بررسی اشکال پروتئین های شناخته شده میتونه کاری که سالها طول میکشه رو در عرض چند روز انجام بده. محققین آزمایشگاه سیسیل MIT سیستمی به نام روبوگرامر ساختن که به کامپیوتر امکان میده بدن روبوتیک خودش رو طراحی کنه. این سیستم با در نظر گرفتن محیط، قطعات در دسترس و موانع پیش رو بدنی میسازه که مناسب اون شرایطه. و در آخر اگر گردشگر روبوتیک خودتون رو میخواین با جناب اکسومای آشنا بشین. نمونه کوچیک مریخ نورد رازلیند فرانکلین متعلق به آژانس فضایی اروپا که قرار سال 2022 به مریخ فرستاده بشه. آژانس فضایی اروپا امکان دانلود و چاپ سه‌بعدی این نمونه رو فراهم کرده. این روور رو میتونین به کمک گوشی هدایت کنین و بر سرش هر کلاهی که دوست دارین بذارین. مایک 42 سالشه و در حوزه فناوری کار میکنه. او با زن و 5 تا بچهش در بریتانیا و ساسکس غربی زندگی میکنند. علاوه بر اینا او یکی از 264 میلیون نفریه در جهان که افسردگی رو تجربه میکنند. من 15 سال افسردگی حاد داشتم. در زندگی روزمره دچار نوسانات خلقی بودم و افکار ناراحت کننده مثل فکر خودکشی سراغم می آمد. وقتی افسرده اید ممکنه یه هفته صبحها حال نداشته باشین از رخت خواب بیرون بیاین. بعضی وقتها حوصله حرف زدن ندارید. مایک از پارسال روش سنتی درمان افسردگی رو کنار گذاشت و کار با یک اپلیکیشن رو شروع کرد. یک اپ همراه با یک هدست که امواج الکتریسیته ساطع می‌کنه. امروز فقط نصف افراد مبتلا به افسردگی به درمان دسترسی دارند. اما این شیوه جدید میتونه بهشون کمک کنه تا در لحظه و بدون اینکه از خونه بیان بیرون به درمانی که نیاز دارند دسترسی پیدا کنند. این دوتا حلقه رو میذارین اینجا، بعد باید موهاتون رو ببندید، البته اگه مویی داشته باشید. سربند رو روشن میکنید و با بلوتوت وصل میشین. من کله بزرگی دارم، برای همین سربند خوب رو سرم میشینه. یک جریان ضعیف بخشی از مغز رو که معمولاً در افراد مبتلا به افسردگی کمکاری داره تحریک میکنه. این نسخه ضعیفتری از درمان افسردگیه که پزشکان در درمانگاه ها انجام میدند. کمی قلقلک میده، فقط یک کم. کلی پیشنهاد راجع به خواب، ورزش، تغذیه و خودآگاهی ذهنی تو این اپ هست. من لم میدم و سعی میکنم آروم باشم یا برم تو اپ. And direct your focus into your body. Focus on your breathing. The latest thing I did was an attention exercise. تازه ترین تمرینی که انجام دادم تمرین تمرکز کردن بود. یه ویدیو بود که به من ذهن آگاهی یاد میداد یا چطور خودم رو آروم کنم و حواسم به نفس کشیدنم باشه. Try not to think about these thoughts as distracting. They're actually part of mindfulness practice. بیشتر ارتباطات در اپلیکیشن از طریق یک چت باته. این چتبات کاربران رو تشویق میکنه که برنامه ها رو دنبال کنند، پیشنهادهای سازنده میده و پیشرفت ها رو ثبت میکنه. من 25 ساعت با دستگاه کار کردم. توی 63 جلسه گفتگو حاضر شدم. میتونم میزان پیشرفت این برنامه درمانی رو ببینم. اینجا یه منحنی رو به پایین هست. معنی منحنی رو به پایین اینه که من کمتر احساس افسردگی میکنم که خیلی مهمه. وقتی دارید دارو مصرف میکنید نمیدونید که دارو چطور عمل میکنه. اما اینجا میتونید احساس کنید این روش درمانی چطور حال شما رو خوب میکنه. تغییراتی که بعد از شرکت در این برنامه داشتم تغییرات اساسی هستند. چیزایی مثل این که میتونم با بچه‌هام بیشتر ارتباط بگیرم، بیشتر به کارگاه هم سر بزنم و بیشتر کارهایی انجام میدم که آرامش بخشه. همین که احساس افسردگی نکنید تغییر بزرگیه. کاری که این برنامه میکنه اینه که سوخت و ساز و ترشح سلول‌های مغزی رو آسان‌تر میکنه. این روش روی هزاران نفر در سراسر جهان آزمایش شده. فکر میکنم این شیوه میتونه درمان اصلی افسردگی باشه، مخصوصا برای بیمارانی که نمیتونن داروی ضد افسردگی مصرف کنن یا نمیخوان روان درمانی بشن. اما این روش درمان افسردگی بی خطرم نیست.
نگرانی من اینه که بیماران به جای اینکه اجازه بدن بیماریشون ارزیابی بشه یا بهشون کمک بشه از این روش استفاده کنن. اینکه چه مدتی میتونید این درمان رو ادامه بدین، چقدر باید تحت درمان باشین، چند بار میتونین از این روش استفاده کنین، همه این مسائل باید بررسی بشه. حتی بنیانگذاران فلو در سوئد هم قبول دارن دستگاهی که ساختند به درد همه نمیخوره. همه روش های درمانی همینطورن. به عنوان یک روانشناس بالینی باید بگم مثلا 60% بیماران در حالی از مطب متخصصان CBT یا رفتار درمانی شناختی بیرون میرن که درمان روی اونها اثری نداشته. راجع به درمان ضد افسردگی هم همین داستانه. فلو داره یک کارآزمایی بالینی انجام میده تا کارآمدی ترکیب سربند و اپ رو اثبات کنه، ولی اونا معتقدن اپی که میتونه بیشترین کمک رو به کاربر بکنه. خیلی از آدما به سربند نگاه میکنن و فکر میکنن این چیز جدیدیه، اما فکر میکنم چتبات هم به همین اندازه مهمه. چتبات کارایی خیلی زیادی داره. ما میخوایم این موضوع برای کاربران جا بیفته که برای اثر بخشی بهتر باید بر اساس پروتکل و شیوه درمان عمل کنن. در دوره شیوع ویروس و کرونا محبوبیت اپلیکیشن های از این دست زیادتر شده. این اپ ها گرچه ممکنه کمک کنند، اما یادمون نره که اونها جای پزشکی حرفه‌ای رو نمیگیرند. خونه نشینی و قرنطینه باعث شده که بسیاری از ما وقت بیشتری رو جلوی تلویزیون بگذرونیم. حالا یه عده‌ای هستن که بیشتر از گذشته دارن گیم بازی میکنن، یعنی سرگرم بازی‌های ویدیویی هستن. اما این وسط یک بازی است که از جماعتی که سرگرم شدن برای پژوهشی در حوزه کووید 19 استفاده میکنه. بازی آنلاین ایو با ماهی 300,000 شرکت کننده یکی از بزرگترین بازی های چند نفره رول پلی یا نقش آفرینیه. این بازی حال هوایی فضایی داره و شما میتونید هر کسی که میخواید باشید، یک جنگجو، تاجر یا حتی یک راهزن. همزمان که بازیکنان به کشف جهان مشغولند، میتونن توی یک بازی کوچکتر به اسم پروژه دیسکاوری یا پروژه کشف هم شرکت کنند. اساس این بازی تجزیه و تحلیل سلول هاست. برای کسانی که بازی میکنن این فقط بخشی از بازیه، اما اونها در حقیقت دارن اطلاعات و داده های دنیای واقعی رو بررسی میکنند. این داده ها به پژوهشگرانی که در حال بررسی تاثیر ویروس و کرونا روی سلول های خون هستند کمک میکنه. این نسخه به بازی تبدیل شده یک تکنیک علمیه به اسم فلوسایتومتری یا یاخت سنجی که کارش بررسی اجزای سلوله، مثل اندازه‌گیری سلول، شناخت پیچیدگی‌هاش و بررسی محتوای DNA سلول. تا حالا بیشتر از 171,000 بازیکن 47 میلیون مورد رو بررسی کردند. این یعنی به اندازه 36 سال طبقه بندی سلولی انجام شده. به طرح و نقشه نگاه میکنی و دور داده ها و اطلاعات چنزلی رسم میکنی. میتونی اونجا بشینی، بکشیش بالا و شروع کنی. برای من هیجان انگیز بود که چقدر دستیافتنیه. میدونین شما دارین مرتب راجع به کووید از سراسر دنیا خبر میشنوین. خیلی ها بهش مبتلا شدن و یا کسایی رو میشناسن که به ویروس مبتلا شدن. من میتونم اینجا پشت میزم بشینم و در حالی که منتظر سفینم توی طرحی برای گردآوری اطلاعات راجع به ویروس کووید 19 مشارکت کنم. اطلاعات تولید شده از سوی بازیکنان به دانشمندان کمک میکنه زودتر مشخص کنند که در خون افراد مبتلا به ویروس کووید 19 چی هست، بدن ما چطور به ویروس واکنش نشون میده و شیوه های درمانی که در حال تکمیل شدن هستند چطور با ویروس و سیستم ایمنی ما تعامل دارند. با موفقیت بازیکنان در طبقه بندی اطلاعات، تیم طراح این بخش از بازی وظایف پیچیده تری به بازیکنان سپردند. کسایی که تو این بازی شرکت کردن در واقع شهروند پژوهشگر بودن. ما یه گروه عظیم انسانی داشتیم و این کار پژوهشی رو به یک کار تفریحی تبدیل کردیم. انگیزه بازیکن‌ها برای شرکت در این بازی اینه که تجربه بازیشون رو بهتر میکنه. اونها در این حال مثل قلب و روح جامعه ما عمل میکنن. مردم از انجام این کار لذت میبرن. از طرف دیگه این کار برای یه هدف عالیه. این نقطه قوت پروژه است. این طرح وقتی اجرا شده که همه دنیا تحت تأثیر ویروس کرونا بوده.
What we're going to do, guys, we're going to send 10K off a target, we're going to blap it really quick, and then we're going to warp to the run spot. Does that make sense? Outstanding. Okay, stand by. موضوع فقط گرفتن امتیاز توی بازی نیست. همه کسانی که در بازی آنلاین ایو شرکت دارند دلشون میخواد به دانشمندان برای مبارزه با ویروس کووید 19 کمک کنند. That's just phenomenal that I have this opportunity just playing a video. این عالیه که این شانس رو داشتم که تو این بازی ویدیویی شرکت کنم. میتونم توی خونه پشت میزم راحت بشینم و به پژوهشگرانی که مشغول مبارزه با ویروس و کرونا هستن کمک کنم. این که میتونم از این جایی که نشستم کاری بکنم خیلی باحاله. That's kind of cool. میخوام براتون از جراحی با ربات بگم. لاپاروسکوپی هم سرعتش بیشتره، هم نسبت به جراحی‌های معمولی کم خطرتره، هم عوارض جانبی کمتری داره و هم دوران نقاهتش کوتاه‌تره. یه خوبی دیگه‌ش هم اینه که از راه دور میشه انجامش داد، اما چندان فراگیر نیست. از قرار معلوم با یک ربات جدید قرار این نوع جراحی رو بیشتر ببینیم. این ربات جراحی آمریکایی فعلا توی بازار ربات‌های جراحی حرف اول رو میزنه، اما مشکلش اینه که بزرگ و سنگینه و $2 میلیون خرجشه. حالا اما یک ربات جراحی بریتانیایی از راه رسیده تا باهاش رقابت کنه. هدف دیگه از ساخت این ربات جراحی بهبودی سریع‌تر بیماران پس از عملهای جراحی پیچیده است، اونم به لطف فقط چند برش برای ورود به بدن. اینطور که پیداست جفت کردن قطعات برای آموزش جراحان عالیه. در حال حاضر فقط 1/3 بیمارانی که میشه اونها رو با ربات جراحی کرد این خدمات رو دریافت میکنند. حالا امید میره با این ربات قابل حمله کوچیک انجام این نوع عمل جراحی بیشتر بشه. فرق عمده این ربات با بقیه اینه که قطعه است و میشه اون رو راحت تر جابجا کرد. جراحان عینک 3D میزنن تا برداشت دقیق تری پیدا کنند. کنترل کننده هم کمک میکنن تا بازوی مکانیکی رو با دقت و مهارت بیشتری بشه هدایت کرد. یکی از دردسرهای ربات‌های بزرگ جراحی اینه که فضای اتاق عمل رو اشغال می‌کنه و وقتی شما با ربات کاری ندارین اتاق عملی که ربات اونجاست بی استفاده می‌مونه. شما می‌تونید این ربات رو ظرف چند دقیقه جمعش کنین و با اتاق عمل کناری منتقلش کنین تا جراح دیگه ازش استفاده کنه. دستای این ربات جراحی نمی‌لرزه چون این لرزش دست جراح رو منتقل نمی‌کنه. این خودش مزیت بزرگیه. ربات جراحی ورسیوس امسال در چند بیمارستان دولتی بریتانیا بیشتر از 1000 عمل جراحی انجام داده، از جمله اینجا در بیمارستان ساری در جنوب انگلستان. این ربات جراحی به ویژه در دوره شیوع ویروس و کرونا کمک حال بخش بهداشت بود. از این اتاق عمل فقط به خاطر کووید استفاده می‌کنیم. نمی‌تونستیم ربات‌های جراحی که توی بقیه اتاق‌های عمل استفاده می‌کردیم رو بیاریم اینجا چون جا خیلی تنگ بود. همه اجزای این ربات کوچیک و جمع‌وجورن و همزمان با عمل جراحی می‌تونیم جابجاشون کنیم. محدودیتتون فقط به تعداد واحدایی که می‌تونین دوره میز جمع کنین. اما ربات‌های چرخدار فقط توی یک اتاق جابجا نمی‌شن. نهایتاً در بلند مدت بهمون امکان میدن بتونیم از یک ربات بین چند اتاق عمل استفاده کنیم. اینطوری بهتر میتونیم از ربات‌ها استفاده کنیم. در آینده حتی میشه چند بیمارستان مختلف از یک ربات استفاده کنند. چون اجزای ربات کوچیکن میشه اونا رو جمع و جور کرد و با وانت برد پیش مریض و در واقع ربات جراحی رو به مریض نزدیک کرد به جای اینکه مریض مجبور شه مسیر زیادی رو برای رفتن به یه مرکز طی کنه. با این حساب انجام بیشتر عملهای لاپاروسکوپی یا درونبینی به این شکل میتونه خطر ابتلا به ویروس کرونا رو هم در بیماران و هم کادر درمان کمتر کنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما تا برنامه بعد و موضوعاتی نو. بدرود و خدا نگهدار.